در خدمت سرکار خانم زهرا فرغانی هستیم، مشاور و وکیل مهاجرت و همچنین مدیریت شرکت فور ویزا ایمیگریشن سرویسز اینکورپوریشن که از ونکوور کانادا هم تو که عرض کردم روی خط برنامه هستند. در خدمتتون هستیم سرکار خانم فرغانی، عرض سلام و ادب داریم، وقتتون بخیر، صدای من میشنوین؟ بله، سلام خدمت شنوندگان و تهیه کنندگان این برنامه و همینطور سال نو همگی مبارک باشه. سال نو شما هم مبارک خانم فرغانی، خیلی خوشحال هستیم که شما رو روی خط برنامه زنده داریم. به دلیل اینکه خیلی از شنوندگان ما سوالات بسیار زیادی داشتن در حوزه مهاجرت، در شرایط کنونی قبول زحمت کردن سرکار خانم فرغانی، روی خط ما اومدن و خب سوالات شروع کنیم. بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی متشکرم که روی خط ما هستید و سوالات رو زهره زحمت بکشی، ممنون میشم. خانم فرغانی عزیز، با توجه به شرایط پیش اومده در ارتباط با گسترش بیماری کووید 19، خیلی از افرادی که خصوصا به صورت پناهنده در کانادا حضور دارن و منتظر تاریخ برگزاری دادگاه هستن با مشکل روبرو شدن. این افراد چه شرایطی خواهند داشت؟ حالا در آینده شما پیش بینیتون از اینکه چه اتفاقی برای روند پرونده اینها رو خواهد داد، چه تصوری دارین؟ بله، دقیقا این مسئله کووید 19 روی تمام مسائل مهاجرتی تأثیری گذاشته و تقریبا خیلی از اونا رو به تعویق انداخته. برای کسانی که تقاضای پناهندگی رو دادن و اخیرا در کانادا هستن، تمام مصاحبه هایی که دارن و همه اون به اصطلاح کارهایی رو که باید انجام بدن در این زمینه تا 13 اپریل 2020 در حال حاضر به تعویق انداختنش. و اگر که اون افراد منتظر هستن که اینترویو داشته باشن، مصاحبه داشته باشن، خود اداره مهاجرت یا از طریق IRB با اونها تماس گرفته میشه. اگر که ایمیلی دادن به اداره مهاجرت، به ایمیل اونا ایمیل داده میشه و اگر که آدرس بوده ایمیل ندادن، اون رو براشون نامه میفرستن و تاریخ جدید رو بهشون اعلام میکنن. همینطور اگر که آدرس این افراد تغییری کرده تو این مدت، میتونن از طریق وب فرم اون آدرس و مشخصاتی رو که دارن تغییر بدن که احیاناً نامه‌ای اگر که اومد اون رو دریافت کنن. خود اداره مهاجرت هم گفته که حتما اسپم ایمیل یا اون جانک میلتون رو چک کنید که اگر که ایمیل اونجا باشه بتونن ببینن. از طرفی سه تا شماره گذاشتن که میتونن افراد با این شماره ها تماس بگیرن. اگر که دوست داشته باشید من شماره تلفن ها رو خدمتتون. بله بله، حتما. بله، اگر که در سنترال ریجن هستین، تو سنترال کانادا هستین، میتونید با شماره 416744424274 تماس بگیرید. اگر در قسمت ایسترن ریجن کانادا هستید، میتونید با شماره 5144962252 تماس بگیرید. و اگر در قسمت غرب کانادا هستید، با شماره 604666708 تماس بگیرید. و میتونیدم اگر که میخواین مطلبی رو بفرستید، به صورت فکس برای اونها این رو بفرستید. یعنی به این طریق هم امکان ارتباط رو گذاشتن برای شما. بله، خب این راه های ارتباطی هستش، کسانی که بخوان به فرموده شما حالا مطلبی رو ارسال بکنن یا مدارکی رو ارسال بکنن، از این طریق ها میتونن با اونها تماس بگیرن. اما خب خیلی از شنوندگان ما پرسش داشتن در رابطه با شرایط خودشون که پناهجو هستن، بعد تمام حالا قسمت پیپر ورک انجام شده، منتظر تاریخ دادگاه هستن و این تاریخ دادگاه چندین بار به علت شرایط کنونی یا قبلا هم به شرایط دیگه کنسل شده و به تاریخ های نامشخصی در آینده موکول شده. حالا این افراد میخوان بدونه آیا امکان داره که تاریخ از کلا دادگاه اینها برداشته بشه، بدون دادگاه کیسشون پذیرفته بشه، یا خبری در این باره هست؟ یا
توی این زمینه فکر نمی کنم که همچین اتفاقی بیفته و اطلاعی هم ندادن و البته منتظر موند در تاریخ 13 اپریل تقریبا 2 هفته آینده چه چیز جدیدی رو اعلام می کنن. البته در حال بررسی این هستن که اگر بتونن به صورت آنلاین یه سری از مصاحبه ها رو برگزار کنن، اما یه مقداری به دلیل شرایط امنیتی و حالا ممکنه که بعضی ها سوء استفاده کنن از این مسئله هنوز این رو شروع نکردن. احتمالا در مورد این تصمیم میگیرن و 13 آپریل اطلاع میدن و همینطور خود IRB به تمام این افراد ایمیل میزنه و با اینا ارتباط برقرار میکنه که اطلاعی جدیدی اگر باشه، اگر که ریسکجول بشه اون اینترویوشون، همه رو براشون توضیح میده. بسیار. اما کسانی که خارج از کانادا هستن، اگر دوست داشته باشید اونا رو بگم خدمت. بله بله حتما بفرمایید. بله، کسانی که مثلا در ترکیه هستن و منتظر بودن که ریستلمنت بشن و تشریف بیارن کانادا، فعلا این متوقف شده و کسانی که گروه 5 اسپانسرشون بوده، یعنی 5 نفر اسپانسر اونها شده بودن که تشریف بیارن کانادا، باز این هم فعلا متوقف شده به دلیل شرایطی که وجود داشته و اطلاع جدیدی ندادن و اگر که قرار باشه خود اداره مهاجرت با اونها تماس میگیره و میگه. و کسانی که وام داشتن، وامی گرفتن، فعلا اون وام متوقف میشه پرداختش و لازم نیست که پرداخت کنن، اتوماتیک خودش متوقف میشه. بسیار عالی. اما خانم فرغانی، سوال دیگه ای هست از طرف دوستان که خیلی از افراد به صورت دانشجویی اینجا هستن و یا به هر حال به نوعی با استادی پرمیت هستن وارد کانادا شدن، حالا چه دوران دبستان، چه دبیرستان و چه دانشگاه، و خانوادهشون هم به واسطه یه تحصیل اونا اینجا هستن و خودتون میدونید با توجه به هزینه های زیادی که باید برای دانشجویی پرداخت بشه، این دوستان نگرانشون اینه که بعد از این قضیه، الان اینا که درسشون رو نخوندن، از اون طرف ویزای دانشجوییشون داره تموم میشه و از اون طرف آیا دوباره باید پول پرداخت بکنن برای ترم جدیدی که میاد، یا ویزاشون چه جوری باید تمدید بشه؟ اگه محبت بکنید راجع به اینم یه توضیح بفرمایید خیلی ممنون میشیم. ببینید، دوستانی که با استادی پرمیت یا ورک پرمیت و یا ویزیتور ویزا اینجا هستن، در صورتی که اون در حال تموم شدن هست تاریخش، میتونن ویزیتور رکورد اپلای کنن و این به اصطلاح مدت رو ادامه بدن. اگر که قبل از اینکه اون استادی پرمیت، ورک پرمیت و یا ویزیتور ویزاشون باطل شده باشه تاریخش، اقدام کنن، این میتونن به اصطلاح اون رو اکستندش کنن، ولی اگر 90 روز از اون زمان گذشته باشه باید از طریق دیگه ای اپلای کنن. و اگر افرادی هستن که دانش آموز یا دانشجو بودن اینجا و حالا به نوعی نمیتونن خودشون رو ساپورت کنن و شرایط مالی به هم ریخته شده، میتونن برای اینکه فول تایم کار اپلای کنن، اما خیلی پروسه سخت و طولانی داره و احتمال قبول شدنش کم هست. اما از این نظر که بخوان مجدداً به دانشگاه پول پرداخت کنن، من فکر میکنم بیشتر دانشگاه دارن به صورت آنلاین برنامه رو برگزار میکنن و اینکه اینا آنلاین درس ها رو بگذرونن هیچ تأثیری در اجازه کار بعد از تحصیل اونا نمیذاره، چون معمولا کسایی که آنلاین درس میخونن بعدن اجازه کار بعد از تحصیل ندارن، ولی در حال حاضر این رو گفتن که اشکالی نداره و این افراد میتونن که آنلاین به درس خوندنشون ادامه بدن، از این نظر مشکلی براشون پیش نمیاد. بسیار عالی. و شرایط افراد متفاوته، یعنی بله، اگر که به طور دقیق بخوایم بدونیم باید هر فردی با فرد دیگه شرایطش فرق میکنه و باید جداگانه بررسی بشه. بله، البته ما قبل از ارتباط برقرار شه اینو خدمت شنوندگان گفتیم که کیس بای کیس در واقع موارد بررسی میشه و به صورت اوورال ما داریم از شما یه سری اطلاعات رو میگیریم و به سمع دوستان میرسونیم. اما با توجه به اینکه همه ارگانهای دولتی تقریبا میشه گفت تعطیل کردن، مثل سرویس کانادا و بقیه ارگانها، آیا اداره مهاجرت تمهیداتی واسه اینکه حالا میخواین تمدید ویزا رو انجام بدید و کارهای مشابه برای همین دوستانی که کار دانشجویی اپلای کردن یا میخوان تمدید بکنن قرار داده یه هاتلاین جداگونه ای، یا اینکه نه همون روال عادی قبله؟
همیشه میتونستن به صورت آنلاین این رو اپلای کنن و الان هم میتونن به صورت آنلاین اپلای کنن و به اصطلاح زمان ماندنشون توی کانادا رو افزایش بدن. اون هیچ مشکلی ندارن. هم هر سه نوع ویزایی که به صورت موقت در کانادا هستن میتونن این کار انجام بدن و بهتر هست که این رو قبل از که زمانی که ویزاشون باطل بشه انجام بدن. مثلا شخصی که با ویزیتور ویزا در کانادا هست حداکثر میتونه 6 ماه در کانادا باشه. بهتر هست که در ماه پنجم اگر رسیده تقاضا بده که اون ویزا رو به اصطلاح براش اکستند کنن و طول مدتی که میتونه اینجا باشه رو بیشتر کنن. بله سرکار خانم فراغانی، حالا نمیدونم این پرسشی هست که شما الان بتونید بهش پاسخ بدید یا خیر، و اون هستش که خب فرمودید خیلی از دانشگاه ها کالج ها دارن به صورت آنلاین برگزار میکنن دروسشون رو، با توجه به اینکه تحصیل به طور کلی در سراسر جهان به صورت آنلاین هزینه کمتری خواهد داشت تا تحصیل به صورت کلاسی حضور فیزیکی در کلاس، و با توجه به اینکه صحبت ها حاکی از این هست که شرایط قرنطینه خانگی فعلا تا پایان تابستان حداقل ادامه خواهد داشت، واقعا آیا اطلاعی دارین که دانشگاه قرار هست پولی هزینه به دانشجویان برگردونن با توجه به که الان درس آنلاین شده و نه دیگه حضوری؟ هر دانشگاهی پروسیجر مخصوص به خودش رو داره. من بعضی از کلاس‌های زبان رو دیدم که گفتن ما 40% تخفیف داریم، 30% تخفیف داریم، ولی هر دانشگاهی برنامه خاص خودش رو داره و چون معمولاً اینجا همینطور که میدونید قوانین یکسان نیست برای همه به اصطلاح قسمت‌های آموزشی، برای این هم همینطور هست. دانشگاه مستقلاً تصمیم میگیرن، بنابراین بهترین ریسورس این هست که با دانشگاه خودشون تماس بگیرن و ببینن که آیا تخفیفی براشون انجام میگیره یا نه، و میتونن حتی شرایطشون رو هم بگن. بعضی وقتا دانشگاه وام دانشجویی هم به دانشجوهای خارجی میدن توی این مورد. بله، و سوال دیگه این که خب افرادی که حالا صرف نظر از کسانی که به صورت پناهجو اینجا هستن یا میخوان وارد کانادا بشن، کسانی که الان در کانادا هستن و در انتظار پایان پروسه در میانه پروسه شهروندیشون قرار دارند، آنها چه میشوند؟ یعنی این که آیا اطلاعاتی در مورد این که مثلا کسانی که در انتظار سرمونیشون بودن یا آزمونشون بودن چه اتفاقی برای این افراد میفته؟ باز برای این افراد هم تا تاریخ 13 اپریل تمام برنامه های مربوط به سیتیزنشیپی کنسل شده و اداره مهاجرت خودشون میان از طریق نامه و یا ایمیل به این افراد ارتباط برقرار میکنن، میفرستن و اطلاع میدن بهشون. اگر که تاریخ جدید و زمان جدیدی باشه حتما به اونها اطلاع میدن و این رو مخصوصا ذکر کردن که حتما جانک یا اون اسپم فولدر ایمیلشون رو چک کنن که مطمئن بشن که اگر که دریافت کردن، و همینطور گفتن که اگر که آدرس ایمیل ندارن برای اونا نامه میفرستن. از طرفی میتونن وارد وبسایت بشن و یک جایی داره به نام پروسسینگ تایم که اپلیکیشنشون رو چک کنن ببینن که چقدر تاخیر برای اونها ایجاد شده. توی اون برای هر شخصی مشخص هست که پروسسینگ تایمش چقدر هست. میتونن هر کسی که بخواد استاتوس اپلیکیشنش رو به صورت آنلاین چک کنه، و اگر که اطلاعات اونها تغییر کرده باز از طریق وب فرم میتونن آدرس و یا تلفن خودشون رو تغییر بدن. ولی خب در نهایت چیزی که وجود داره اینه که روند طولانی تری خواهد بود. مثلا در تورنتو شهری که حالا جمعیت تازه واردنش هم زیاد هست، خب اگر که این پروسه قرار بوده نزدیک به یک سال طول بکشه قاعدتا طولانی تر هم خواهد شد با توجه به شرایط. یک سال که کمتر بوده، حدوداً 3-4 ماه زمان میبرد جدیداً، اما خب خودشون وقت بیشتری رو در نظر گرفتن. حتی این رو در نظر گرفتن که میتونید اگر که فرض کنید مدیکال قرار هست که بدن یا نامه‌ای رو قرار هست که سابمیت کنن، به اونا 90 روز بیشتر زمان دادن که اگر که میخوان فرض کنید نامه های رو از کشورشون بیارن و اضافه کنن به اپلیکیشنشون، این 90 روز رو هم به صورت اکسترا دارن. ولی اینکه دقیقاً چقدر زمان تغییر کنه و حالا پرونده ها زمان طول بیشتری رو بخواد بگیره، این هیچ چیز مشخصی نیست.
میتونن از طریق همین پروسسینگ تایم چک کنن که دقیقاً چقدر زمان لازم دارن، ولی هیچ اطلاع دقیقی از این در حال حاضر نیست. 13 اپریل باز این رو آپدیت میکنن، یعنی اطلاعات جدید رو میذارن روی وبسایت. و خانم فرغانی عزیز، شما البته صحبت کردین و اطلاع دادین راجع به کسانی که مثلا در ترکیه هستن و شرایط مهاجرتشون. حالا کسانی که نمیدونم، این هم شامل همین توضیحی که فرمودید میشه یا خیر این پرسش، اما کسانی که در ایران حضور دارن، ویزاشون اومده که به صورت پرمننت رزیدنت وارد کانادا بشن و اقامت بگیرن، ولی بعد این شرایط پیش اومد با توجه به اینکه اون ویزا یک تاریخ اکسپایر شدن داره، چه میشه؟ حالا اونا باید در مکاتبه با کسی بکنن یا اینکه اونها هم جزو کسانی هستن مخصوصا که مرزها هم بسته شده؟ دقیقاً در این شرایط بله. ببینید، افرادی که پرمننت رزیدنسی اونها قبل از تاریخ 16 مارچ پذیرفته شده، بله، این افراد میتونن وارد کانادا بشن. یعنی اگر که این تاریخ قبل از 16 بوده، حالا 18 رو هم باز گفتن پرمننت رزیدنسی اپلیکیشنشون قبل از 18 مارچ اپروف شده باشه، میتونن وارد بشن و وارد کانادا بشن. و اگر که به اصطلاح باید یه سری مدارک رو تحویل میدادن یا اینکه مدیکال داشتن مدیکالشون باطل میشده، این زمان رو براشون اکستند کردن و به اصطلاح زمان بیشتری رو برای اونا در نظر گرفتن. بسیار عالی. بله بسیار عالی. پس در حقیقت اونها مثل پرمننت رزیدنت هایی هستن که تا الان راجبشون صحبت شده، یعنی با وجود که اولین لندینگشون دارن انجام میدن، همون قوانینی که الان در مورد کانادایی ها شهروندان و پرمننت رزیدنت ها در نظر پرواز و ورود و خروج به کانادا وجود داره، بر اونها اپلای میشه به شرطی که اونها میتونن پرواز کنن، ولی به شرطی که این قبل از 18 مارچ گرفته باشن مدارکشون. بسیار عالی. و اگر کسی توی این به قول معروف شرایط یه جورایی بیمار شده باشه و خب اون تایمی که روی ویزایشون هست برای اینکه تا اون تایم باید لند بشن در کانادا و اون تایم بگذره ولی اپروف شده باشن قبل از اون تاریخی که شما فرمودید، اونها براشون هیچ در واقع اکسپشنی قرار میدن یا نه؟ رو گفتن که در نظر میگیرن، ولی از طرفی گفتن که اگر که شما پرمننت رزیدنسیتون قبول شده ولی نمیتونید به مسافرت کنید در حال حاضر به کانادا و فکر میکنید که مدارک شما اکسپایر بشه و باطل بشه، میتونن از طریق وب فرم بله. به اداره مهاجرت اطلاع بدن و اونجا یادداشت کنن که به چه دلیلی نمیتونن وارد کانادا بشن. این رو اگر اطلاع بدن، باز باهاشون خودشون ایمیل میزنن و تماس میگیرن. اگر هم وکیل داشته باشن که از طریق وکیل مهاجرتیشون میتونن این کار رو انجام بدن، یا اینکه اگر ندارن خودشون مستقیما از طریق و فرم میتونن این کار رو انجام بدن. بسیار عالی. من یه سوالی ازتون بپرسم. همین الان خانمی برامون، من البته اسمشون رو به دلیل پرایوسی عرض نمی کنم خدمتتون، ولی نوشتن که من رفیوجی هستم، جلسات کورت من چند بار کنسل شده، فرزندی دارم و یه فرزندم اینجا به دنیا آوردم که پدرش رو هنوز ندیده. با توجه به اینکه یک سال و نیم من اینجا هستم و دو سه بار پرونده مهاجرتیم کنسل، ببخشید، جلسه دادگاه هم کنسل شده، آیا پیشنهادی دارید که من بتونم نامه‌ای به جایی بزنم و بتونم درخواست بکنم که زودتر این پروسه انجام بشه، با توجه به اینکه وقتی کسی پناهندگی اعلام میکنه اون همسرش به عنوان در واقع کسی که میتونه وارد کانادا بشه تو بلک لیست قرار میگیره، مثل اینکه حالا البته من زیاد در جریانش نیستم، آیا شما پیشنهادی دارین نامه نگاری مثلا با نماینده جایی بخوان انجام بدن؟ بعضی وقتا با نماینده های اون به اصطلاح شهر که ارتباطی داشته باشن میتونن یه نامه‌ای بگیرن و روی پرونده ایشون بذارن که سریعتر انجام بشه، با توجه به اینکه حالا بچه کوچیک هم دارن. اما بهترین کار این هست که با همون تلفنایی که بود تماس بگیرن و یا از طریق فکس به اون به اصطلاح تلفنایی که داشتیم شرایطشون رو فکس کنن و ببینن که چه تصمیمی برای اونا میگیرن، چون این مستقیما برمیگرده به نظری که اون تا
دادگاه مهاجرتی میخواد برای ایشون تشکیل بده و خب نظر شخصی اونها تا حدی میشه گفت مطرح هست اینجا. بله درسته. خیلی متشکرم سرکار خانم فرقانی از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما گذاشتید و به سوال شنوندگان پاسخ دادید. خیلی از شما سپاسگزار هستیم و اگر که سوال صحبت پایانی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم. در غیر صورت ازتون خداحافظی بکنیم. من فقط یه توضیح بدم، دوستانی که الان در کانادا حضور دارن و حالا به صورت ویزیتور هستن، با توجه به اینکه میتونن مدت طولانی‌تری توی کانادا باشن، این افراد اگر که یک دوره زبان انگلیسی رو بتونن بگذرونن، حتی اگر که سنشون بالا باشه، میتونن برای یک دوره تحصیلی در داخل کانادا اقدام کنن در صورت که این دوره زبان رو بگذرونن و از این طریق میتونن ویزای توریستی خودشون رو به تحصیلی تبدیل کنن و خب حالا شرایطی رو برای اقامت بعد از اون ممکنه براشون ایجاد کنه و خب این فرصت خوبی هست که از این فرصت استفاده کنن. و این فرصت به دلیل همین ویروس کووید 19 به وجود اومده یا خیر این به صورت یک قانون هست که اگر که افرادی اینجا به اصطلاح یک دوره‌هایی رو بگذرونن که پیش نیاز دانشگاه باشه، میتونن از داخل خاک کانادا برای تحصیل اقدام کنن و احتمال گرفتن ویزای تحصیلیشون به مراتب بیشتر هست که نسبت به افرادی که خارج از کانادا هستن و اقدام میکنن و خب این الان فرصت خوبی هست، میتونن از این فرصت استفاده کنن با توجه به اینکه کلاس هم آنلاین شده و خب تخفیف هم دارن، شاید این کمک کنه به شرایطشون. بسیار عالی خانم فرقانی، خیلی ممنون. ما نمیدونیم چطوری از شما تشکر کنیم واسه اطلاعاتی که دادید. فقط اگه محبت بفرمایید، با توجه به اینکه البته شما ونکوور هستید ولی دوستان اگر بخوام با شما یه جوری ارتباط برقرار بکنن، محبت میفرمایید که راه ارتباطی که با شما، بهترین راه ارتباطی که میتونن با شما داشته باشن چی هست؟ میتونن با تلفن 236-512-5265 تماس بگیرن. میتونن پیغام بدن قبل از اون، با من براشون یه وقتی رو در نظر میگیرم که به صورت مشاوره داشته باشیم که حالا اگر شرایط خاصی دارن به صورت موردی شرایطشون رو بررسی کنیم. بسیار عالی سرکار خانم فرقانی، خیلی متشکر از وقتی که گذاشتین. خیلی ممنون هستیم. فعلا از شما خداحافظی میکنیم. من خوشحال شدم و آرزو میکنم که 13 بدر خوبی رو در خونه کنار خونواده داشته. خیلی متشکر شما همچنین. مرسی، وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خب در خدمت سرکار خانم زهرا فرقانی بودیم، مشاور و وکیل رسمی مهاجرت و مدیر شرکت فور ویزا ایمیگریشن سرویسز اینکورپوریشن از ونکوور کانادا. مرسی که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین عزیزان. اگر که موافق باشه اتاق فرمان، ما از ابتدای برنامه موسیقی نشنیدیم، یک موسیقی خیلی شاد و 13 بدری بشنویم و برگردیم.